سازمان حقوق بشری آمریکایی های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین با ابراز نگرانی از اقدامات رژیم آل خلیفه در محروم کردن ملت بحرین از حق تعیین سرنوشت خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست عضویت بحرین را تعلیق کند همکار علی اکبری گزارش می دهد پایگاه خبری سازمان آمریکایی های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین در چهل و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را درباره محرومیت مردم بحرین از حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد این نهاد تاکید کرد مطابق با اعلامیه وین همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند نفی این حق نقض جدی حقوق بشر است ما میخواهیم نگرانی خود را درباره دیکتاتوری آل خلیفه در بحرین که به طور نظاممند شهروندان بحرینی را از حق تعیین سرنوشت سیاسی محروم میکند ابراز کنیم سازمان آمریکایی های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین و مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین گفت از فوریه 2011 دولت بحرین رهبران مخالف سیاسی و مدافعان حقوق بشر را که خواهان تعیین سرنوشت بودند بازداشت کرده است مقامات اجرایی این کشور قوانینی مبهم برای مبارزه با تروریسم وضع کردند و مخالفان سیاسی دولت را هدف قرار داده و از این قوانین برای سرکوب جنبش تعیین سرنوشت در بحرین استفاده کرده است این نهاد افزود، رهبران سیاسی و مدافعان حقوق بشر از جمله حسن مشیم عبدالوهاب حسین و عبدالجلیل السنکیس به دلیل دفاع از حق ملت بحرین در تعیین سرنوشت خود به حبس ابد محکوم شدند این نهاد با ابراز نگرانی از عدم دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت های اولیه پزشکی گفت رژیم آل خلیفه به تلافی فعالیت این افراد در جنبش تعیین سرنوشت آنها را به این شکل مجازات کرده است. سازمان آمریکایی های حامی دموکراسی در بحرین تصریح کرد. علا رقم سوابق وحشتناک حقوق بشری بحرین، بحرین عضوی از شورای حقوق بشر سازمان ملل است. بنابراین ما از این شورا می خواهیم که استانداردهای های حقوق بشر را به عنوان بخشی از معیارهای عضویت در شورا اتخاذ کند تا کشورهای دارای سابقه ضعیف مانند بهرین تا زمان اجرای تغییرات دائمی فاقد شرایط عضویت باشند